بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس درود بر شما من ستیف بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز یک شنبه 25 شهری بر ماه سال 2583 ایرانی 1403 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر سال 2024 توجه بفرمایید همزمان با دومین سالگرد جانباختن محسا امینی که آغازگر اعتراضات زن زندگی آزادی شد خانواده او اجازه خروج از خانه را ندارند ویدیوهایی از شهر سقز منتشر شده که گشتزنی هلیکوپتر بر فراز شهر را نشان می دهد و ویدیوهایی هم حاکی از تعطیلی تمام مغازه ها در این شهر است. نزدیکان خانواده محسا امینی روز یک شنبه خبر دادند که صبح امروز از وزارت اطلاعات با امجد امینی تماس گرفته شده و گفته شده در صورت خروج او و همسرش از منزل بازداشت خواهند شد. امجد امینی پدر محسا امینی پیشتر گفته بود که خانواده اینها قصد دارند مراسم دومین سالگرد جان باختن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد را روز یک شنبه 25 شهریور در آرامستان آیچی برگزار کنند و اما ماموران حکومتی به خانواده امینی گفتند که حق خروج از خانه را ندارند و اما بنابر اعلام منابع محلی دستگاه های امنیتی اقدام به مسدود کردن راه های ارتباطی با آرامستان آیچی در سقز و استقرار نیروهای سرکوب در سطح شهر کردند وبسایت حقوق بشری هنگاو با اعلام این خبر نوشته که بالگردهای نظامی بر فراز سطح شهر در حال گشت زنی هستند بنابر اعلام هنگاو پنج بالگرد نظامی بر فراز شهر مشاهده شده است مادر محسا امینی در دومین سال روز کشته شدن دخترش در متنی که در ستوری اینستاگرام منتشر کرده خطاب به معمورانی که باعث کشته شدن محسا شدند نوشته رسوای ابدی تاریخ خواهند شد از سوی دیگر منابع کارگری امروز یک شنبه 25 شهریور ماه از گسترش اعتراضات نیروهای پیمانکاری مخابرات در آذربایجان شرقی و کارگران پتروشیمی ارغوان گستر ایلام خبر دادند به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا نیروهای پیمانکاری مخابرات آذربایجان شرقی مقابل اداره مرکزی مخابرات این استان تجمع کردند و خواستار تحقق بعد های مدیریت شرکت مخابرات شدند آنها اعلام کردند که در واکنش به اعتراضات چند روز اخیر مقامات مخابرات آنها را تهدید به قطع همکاری و استفاده از نیروهای خارج از مجموعه کردند همچنین مدیریت مخابرات تلاش کرده است بین آنان دو دستگی ایجاد کند در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی شماری از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین تجمع کردند و شعار سر دادند این تجمع شامگاه شنبه 24 شهریور در بند زنان زندان اوین برگزار شد و زندانیان اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی و همچنین خواندن سرود کردند وبسایت بیدارزنی و همچنین حسابهای نرگس محمدی در شبکه های اجتماعی در شماره زندانیان تجمع کننده را بیش از 25 نفر گزارش کردند این منابع همچنین یک فایل صوتی منتشر کردند که در آن صدای زندانیان در حال شعار دادن و سرود خواندن شنیده می شود وبسایت های هالوش و کمپین فعالین بلوچ که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می دهند و همچنین وبسایت حقوق بشری هنگاف از کشته شدن یک کودک دوازده ساله در شهرستان راسک بر اثر تیراندازی ماموران به یک خودرو خبر دادند به نوشته این منابع این تیراندازی شامگاه شنبه 24 شهریور روی داد و هویت کودک جانباخته احسان آسکانی دوازده ساله اهل روستای جکیگور در شهرستان راسک گزارش شده است. هنگاو مأموران را نیروی انتظامی معرفی کرده اما حالوش آنها را نیروهای نظامی و از یگان تکابری خوانده است. کازم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست آتی سران کشورهای عضو گروه بریکس حضور خواهد یافت. ریاست دوره‌ای بریکس را اکنون روسیه بر عهده دارد و اعلام حضور پزشکیان در این نشست در روز یک شنبه 25 شهریور در بهبوهه تنش‌ها میان تهران و غرب بر سر همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه صورت می‌گیرد. نشست بریکس قرار است روزهای یکم تا سوم آبان ماه در شهر کازان روسیه برگزار شود. گروه بریکس شامل برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است که روسیه و چین بر آن تسلط دارند و ما همکاری محرمانه اطلاعات و فناوری هسته‌ای روسیه با ایران در قبال اقدام ایران در تجهیز روسیه به موشک‌های بالستیک ایرانی آمریکا و بریتانیا را به طرزی فزاینده نگران کرده است خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه 24 شهریور نوشت که واشنگتن و لندن نگران هستند که روسیه دانش هسته‌ای در اختیار تهران قرار داده که میتواند تهران را به توان ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیکتر کند این خبر را روزنامه بریتانیایی گاردین نیز در همین روز تایید کرد و اما خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی به شرایط نامطلوب معلولان پرداخته و نوشته بعد از قطع مستمری 13000 هزار معلول حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه طی تماس تلفنی با مدیرعامل انجمن سنفی مراکز توانبخشی اعلام کرده که مصوبه افزایش 40 درصدی حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی را اجرا نخواهند کرد اینا تاکید کرده هنوز چند هفته ای از خبر قطع مستمری 13 هزار معلول نگذشته که اجرا نشدن مصوبه افزایش حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی نیز به آن اضافه شده است بهروز مروتی فعال حقوق معلولان در این رابطه گفته پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده که یا 28 درصد افزایش برای 12 ماه و یا افزایش 40 درصدی تنها برای 8 یا 9 ماه اعمال شود. از شما بینندگان گرامی دعوت شناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی تصادفات اتومبیل موتورسیکلت صدمات بدنی حمله حیوانات زمین در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت بیمه خواهد بود فقط و فقط یک نام دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99 معتبر برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاتونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818 377 31 818 344 -50, 50 از شبکه جهانی تلویزیون پارس به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818 577 77 59 7 روز هفته 24 ساعته. خارج از مرزهای میهنمان برنامه خبری امروز را پی میگیرم. در پی شلیک یک فروند موشک زمین به زمین از سوی ها در یمن که صبح یکشنبه مرکز اسرائیل را نشانه گرفت، سامانه های چند لایه دفاع هوایی اسرائیل فعال شدند. به گفته ارتش اسرائیل، موشک بالستیک پرتاب شده از خاک یمن در ساعت 6:30 روز یکشنبه 25 شهریور بر, بر فراز مرکز اسرائیل رهگیری شد. این نخستین بار پس از حدود دو ماه است که حوسی های متحد تهران اسرائیل را هدف حملات خود قرار می دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه هفتگی کابینه هشدار داد که به حمله موشکی شبه نظامیان حوسی یمن پاسخ سختی خواهد داد. او روز یکشنبه 25 شهری بر ماه گفت ما در حال یک مبارزه چند جانبه علیه محور شرارت به رهبری جمهوری اسلامی هستیم که در پی نابودی ماست. و ما ارتش اسرائیل اعلام کرد روز شنبه 24 شهریور در حملات هوایی متعدد در سراسر سر لبنان انبارهای تسلیحات حزب الله را هدف قرار داده است بر اساس این اعلام اهدافی در مناطق باغا و بعلبک و هفت منطقه دیگر لبنان به ویژه در جنوب مورد حمله قرار گرفتند که در پی آن تاسیسات و مراکز نگهداری سلاح گروه حزب الله نابود شدند اسرائیل میگوید این حملات را در تلافی رگبار 55 پرتابه از جنوب لبنان به خاک اسرائیل اسرائیل در اوایل صبح روز شنبه انجام داده است پرتاب هایی که به گفته ارتش اسرائیل یا دفع شدند و یا در مناطق بیابانی فرود آمدند و هیچ تلفاتی در پی نداشتند در عین حال نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه در سخنانی در بیروت گفت ما قصد آغاز جنگ را نداریم و آن را بیفایده می داریم. اما اگر اسرائیل جنگی را آغاز کند با تمام قدرت پاسخ خواهیم داد و هر دو طرف تلفات سنگینی خواهند داشت با گذشت نه ماه از یافتن اجساد سه گروگان روبوده شده توسط حماس ارتش اسرائیل تاکید کرد که کشته شدن این سه گروگان احتمالا پیامد فرعی حمله هوایی اسرائیل به محل اختفای یکی از فرماندهان حماس در شمال غزه بوده است ارتش اسرائیل ضمن اعلام نتیجه تحقیقات نه ماهه خود افسود علت دقیق مرگ این سه گروگان هنوز مشخص نیست روز جمعه 19 آبان 1402 جنگنده های ارتش اسرائیل محل اختفای احمد قندور از فرماندهان حماس را در یک تونل واقع در شمال غزه هدف حمله قرار داده بودند طبق بیانیه ارتش اسرائیل یافته های تحقیقات نشان می دهد که این سه نفر به احتمال زیاد در پیامد فرعی این حمله هوایی اسرائیل کشته شدند و اما نیروی هوایی اوکراین روز یکشنبه 25 شهری بر اعلام کرد یگانهای پدافند هوایی آن کشور ده پهپاد از 14 پهپاد روسیه را که در شبان روز گذشته خاک اوکراین را هدف قرار گرفته بودند منهدم کرده است. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه دو موشک بالستیک اسکندر ام و یک موشک هوایی هدایت شونده KH-59 را به سمت منطقه جنوبی اودسا پرتاب کرد. رویترز به نقل از نیروی هوایی اوکراین نوشته که موشک هدایت شونده KH-59 منهدم شد. اوکراین نگفته که در مورد موشک های اسکندر چه اتفاقی افتاده و آیا آسیبی به همراه داشته است یا نه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که روسیه در هفته گذشته با نزدیک به سی موشک از انواع مختلف بیش از 800 بمب هوایی هدایت شونده و تقریبا 300 پهپاد به مناطق مختلف اوکراین حمله کرده است. و اما ونزوئلا از بازداشت شش شهروند خارجی به اتهام تلاش برای سواد کردن کشور خبر داد. به گفته یه مقام های ونزوئلایی این شش تن شامل سه آمریکایی، دو اسپانیایی و یک شهروند جمهوری چک هستند. وزیر کشور ونزوئلا در یک کنفرانس خبری که شامگاه شنبه 24 شهری بر ماه برگزار کرد با ادعای توقیف 400 قبض سلاح از این افراد آنها را به تلاش برای قتل نیکولاس مادورو رئیس جمهور و سایر مقام های ارشد این کشور متهم کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید اینکه یکی از سه شهروند آمریکایی بازداشت شده عضو نیروهای نظامی ایالات متحده است ادعای ونزوئلا مبنی بر هر گونه دخالت واشنگتن در تلاش برای سرنگونی دولت نیکولاس مادورو را از اساس رد کرد و اما تخریب و تلفات ناشی از سیلاب و طوفان در جنوب شرقی آسیا همچنان ادامه دارد. همزمان نواحی مرکزی و شرقی اروپا هم شاهد بارندگی شدید و افت غیرعادی و ناگهانی دما بوده است سیلاب و رانش زمین ناشی از ورود طوفان یاگی به میانمار تا کنون دست کم 74 کشته و دهها مفقود به جا گذاشته است به گزارش خبرگزاری رسمی میانمار دست کم 450 روستا و بخش در گوش و کنار این کشور تحت تاثیر عوارض ناشی از این طوفان سهمگین قرار گرفتند بر اساس همین گزارش حدود 65 هزار خانه هم از بین رفته و یا به شدت آسیب دیدند در شهر تانگو، در جنوب پایتخت بسیاری از خانه ها و ماشین ها دچار آب گرفتگی شدند و گروهی از مردم هم با کمک قایق و کلک های ساخته شده از چوب بامبو های خود را ترک کردند و اما نخستین فضانورد خصوصی که موفق شد با خروج از کپسول در فضا گام بگذارد پس از سفری پنج روزه به زمین بازگشت کپسول سپیس اکس حامل آ... آ... آیزک من و یک خلبان و دو مهندس پرواز سپیس اکس یک شنبه 25 شهری برماه پیش از سپید دم به وقت محلی در خلیج مکزیک و نزدیکی پارک طبیعی درای تورتگاس در آب اوتور شد. جرد آیزاکمن در حالی که فضاپیما در مداری به فاصله 740 کیلومتری زمین یعنی بالاتر از ایستگاه فضایی بین المللی و تلسکوپ فضایی هابل قرار داشت از آن خارج شد و در فضا گام گذاشت به این ترتیب این میلیاردر در حوزه فناوری تبدیل به 264 مین انسانی شد که در فضای بین سیاره‌ای گام نهاده است کاری که نخستین بار در سال 1965 و توسط کیهان نورد اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شده بود از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز هم دفاتر لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی از ابتدا تا پایان پرونده حتی تا ترایل و دادگاه با است. هیدری لا با بهرهگیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از ده وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود 818 818 0707 هیدری 07. 07. ویست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه ویست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص Beverly هیلز، ولی، ویست الی و سنتامونیکا دوشنبه تا جمعه ده صبح تا پنج بعد از ظهر تلفن 310 441 1200 داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است به به هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم قضا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه سالم کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه اگر از درون مرزهای میهن برنامه خبری امروز را پی, گرفت... پی گرفته و به پایان میبرم وزیر علوم تحقیقات و فناوری میگوید بازگشت دانشجویان و اساتید بازداشت شده یا دارای پرونده قضایی بر عهده کارگروه قوه قضایی است حسین سیمای صراف شنبه 24 شهریور با بیان اینکه در این مورد ما دخالتی نمیتوانیم داشته باشیم به خبرنگاران گفت تفاهم خوبی با قوه قضاییه داریم که در خصوص پرونده های دانشجویی و اعضای هیئت علمی در کار گروهی نظرات ما را هم بشنوند با این حال سیمای صراف در ادامه گفت من مطمئن نیستم قوه قضاییه مجدد پرونده ها را بررسی کند وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان همچنین بدون ذکر جزئیات تعداد و نام اساتید مدعی شد برخی از اساتیدی که در دوره ابراهیم رئیسی تعلیق یا اخراج شده اند به دانشگاه بازگشتند او در واکنش به احکام تعلیق چندین دانشجو در هفته گذشته در دانشگاه های تبریز تربیت مدرس و تهران گفت این افراد مجددا می توانند شکایت کنند یک مقام دادستانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه خودکشی دهمین علت فوت در همه گروه های سنی و سومین علت, فوت در جمعیت 15 تا 24 سال است میزان اقدام به خودکشی در ایران را سالانه 130 هزار نفر اعلام کرد و گفت که از این میان 7 هزار تن جان خود را از دست می دهند. بنابر گزارش خبرگزاری ها در ایران در روز یکشنبه 25 شهریور غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی جمهوری اسلامی در همایش علمی پیشگیری از خودکشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت عوامل تنش آفرین در زندگی که منجر به افسردگی و اختلالات روانی در فرد می شود و هر چیزی که منجر به استرس، ناامیدی و کاهش تاباوری در فرد می شود در بروز خودکشی نقش دارد. اظهارات این مقام ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی است که بر اساس گزارش ها و به گفته برخی تحلیلگران فقر، فساد نظاممند مالی و اداری و بیعدالتی در سالهای گذشته موجب افزایش میزان خودکشی در ایران به ویژه در پزشکان، دانش آموزان و زندانیان شده است. و اما وقوع حوادث در محیط کار ناشی از نبود و کمبود ایمنی جان 43 کارگر مرد را تنها در پنج ماه نخست سال جاری در استان مازندران گرفت و 385 تن از جمله 21 زن نیز در این مدت به دلیل حوادث ناشی از کار مصدوم شدند بنابر اعلام علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران و به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم در روز یکشنبه 25 شهریور تنها در پنج ماه نخست سال 1403 بیش از 400 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش، 35 تن از کارگران کشته شده در حین کار مردان متعهل و 8 تن از آنان مجرد بودند و سقوط از ارتفاع که موجب مرگ 18 تن از آنان شده بالاترین رتبه مرگ ناشی از حوادث کار را داشته است. مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران همچنین گفته که برق گرفتگی با به جا گذاشتن 17 کشته و برخورد با جسم سخت با گرفتن جان هفتن در رتبه های بعدی مرگ ناشی از کار در استان مازندران از آغاز فروردین تا پایان مرداد را داشته است مرگ و میره کارگران بر اثر نبود یا کمبود ایمنی کار در ایران پیش از این نیز بارها خبرساز شده است و ما نسخه اینترنتی یکی از روزنامه های مطرح در ایران در آستانه یه سال تحصیلی جدید به معضل کمبود نیروی انسانی در سیستم آموزشی کشور پرداخته و نوشته در چند سال گذشته بحران کمبود معلم وجود داشته و فقط در استانهای مرزی با این بحران مواجه نیستیم بلکه در تهران هم آمار بالایی از مدارسی وجود دارد که چندین ماه از سال تحصیلی را معلم ندارند وبسایت شبکه شرق در گزارش خود تاکید میکند شهرستان های استان تهران با کمبود معلم شدیدی روبرو هستند به طوری که در سال تحصیلی گذشته مناطق اسلام شهر، شهریار و چهاردانگه عملا حدود دو ماه معلم نداشتند و نیروهای آنها کفاف دانش آموزان را نمیداد. به نوشته شبکه شرق در سال گذشته به خاطر کمبود معلم کلاس دانش آموز ابتدایی در شهرستانهای اطراف تهران در طول هفته عملا خالی بود. در این گزارش به دستکاری آماری از سوی وزارت آموزش و پرورش نیز اشاره شده است و آمده است برخی مسئولان با هدف اینکه نشان دهند بحران کمبود معلم را پوشش داده اند آمارهای مربوطه را تعدیل می کنند. و ما در آستانه سال تحصیلی جدید مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی اعلام کرد این استان با دارا بودن آمار ده درصدی دانش آموزان بازمانده از تحصیل دومین استان کشور با بالاترین آمار است افشار کبیری گفته آذربایجان غربی از نظر بازمانده از تحصیل پس از سیستان و بلوچستان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است کبیری همچنین به آمار کشوری نیز اشاره کرده و گفته است که از نظر آمار بازماندگان در تحصیل وضعیت مناسبی نداریم به طوری که از سال 95 تا به امروز تعداد بازماندگان از تحصیل 776 هزار دانش آموز به 1.662.000 نفر رسیده است نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد کودکان بازمانده از تحصیل نشان می دهد که گفتار مقامات حکومتی پر از تناقض است و آمارهای واقعی در پس همین تناقض پنهان مانده است در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه چهارم تیر شمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را 911 هزار نفر شامل 400 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی اعلام کرده بود. پیشتر مرکز آمار ایران نیز تعداد بازماندگان تحصیلی در سال 1401-1402 را بیش از 929 هزار نفر اعلام کرده بود در همین راستا مرکز پژوهش‌های های مجلس نیز تعداد بازماندگان از تحصیل در کشور در سال 1402 را 930 هزار نفر اعلام کرده بود آمار ترک تحصیل و بازماندن از ورود به سیستم آموزشی نیز پر از تناقض است اما آنچه امروز مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی به آن اشاره کرده آمار یک میلیون و هزار نفری است که از نگاه کارشناسان بسیار نگران کنند است از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجموعه خبری